تغییرات تازه در دولت محمود احمدی نژاد، آنچه علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با انقلاب مشروطه گفته است و روند اوضاع در سوریه امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. سلام به شما عزیزان در هر کجای جهان که در این ساعت 9:15 دقیقه جمعه شب تهران به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در عرصه سیاسی ایران و منطقه خبرها و همینطور پرسش‌ها بسیار است، از جمله اینکه انتخاب 4 وزیر جدید دولت محمود احمدی نژاد بر چه اساس و با چه هدفی بوده است؟ چرا در حالی که صدها ایرانی به خاطر اظهار نظر و ابراز عقیده در زندان به سر می‌برند در ایران و بسیاری از آنها تحت شکنجه قرار گرفتند، محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد به یورو نیوز میگوید در ایران هیچ کس به خاطر اظهار نظر در زندان نیست؟ چرا در حالی که میلیون ها ایرانی با مشکل مسکن روبرو هستند، ایران دولت ونزوئلا را در ساختن 10,000 واحد مسکونی کمک میکند؟ علی اکبر هاشمی رفسنجانی چه شباهتی با ستارخان، باقرخان، آیت الله طباطبایی و دیگر چهره های ملی انقلاب مشروطه دارد که میگوید توطئه‌ای شبیه آنچه در انقلاب مشروطه روی داد علیه روحانیونی چون او در جریان است؟ آیا کشتار مردم سوریه از جمله کشتارهای امروز در چند شهر این کشور میتواند بشار اسد را بر قدرت نگه دارد؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در ارتباط با اوضاع ایران و منطقه در میان می‌گذاریم با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، پژوهشگر میهمان در کتابخانه مرکزی پرزیدنت بوش و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. جمشید چالانگی اصلا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. سلام میگیم به شما به اتفاق سازگارای نوری‌زاده عزیز. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، سلام بر دکتر محسن سازگارای نازنین و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. 4 وزیر جدید در کابینه احمدی نژاد بحث و جنجال بیشتر بر سر وزیر نفت است، رستم قاسمی ببخشید، که ایشون گفته میشه صاحب بنیاد، رئیس بنیاد بودن که انبیا که بدهکارم هستن، خاتم الانبیا، 23 میلیارد به دکارنزی. چی هست؟ پشت این قضیه چی هست؟ به سود مردم هست این تغییرات؟ به سود مردم نیست؟ کسانی میرن، کسانی میان، اتفاقی نمیفته برای سفره مردم؟ چی هست های نوری‌زاده؟ من خب وزرا کم و بیش در حد و همون لول وزرایی هستن که هستن. وقتی در کشوری سطح مدیران تا این حد پایین میاد، هیچ آدم شگفتی زده نمیشه که رستم قاسمی هم بشه وزیر نفت. مگه بقیه شون با این فرق دارن؟ یه بعضی هاشون پاسدار بودن، بعضی هاشون هنوز پاسدار هستن، بعضی هاشون امنیتی بودن، بعضی هاشون هنوز هم هستن. بنابراین ما با یه رده آدم ها سر و کار داریم. حالا قیافه های اینا در شکل و تأثیری که میگذارن روی مردم متفاوته، بعضا تأثیرشون خیلی بدتره، مثل آقای قاسمی. برای که قاسمی رو وقتی آدم میبینه یاد وزارت نفت نمیفته، یاد سلاخونه میفته، یاد یه شکنجهگر میفته. یعنی تیپیکال ایشون برای وزارت نفت خلق نشده. ای کاش این ظاهر در پسش یک باطن آگاهی بود، دارای دانش و میدونست نفت چیه و بازی نفت چیه. ببینید ایران دیروز خبری که بود در نظر تولید کنندگان سوم شد، پشت عراق اومد. صنعت نفت ما در وضع دردناکی قرار داره. چاهای نفتی که باید 20 سال پیش بازسازی می شده رها شده. نفتی که استخراج میشه الان گرانترین نفتی است که استخراج میشه، به خاطر اینکه مدرنیزه نشده و همین تحریمی هم که بعد از داماتو، قانون داماتو گذاشتن، اجازه نمیده بیشتر از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنن شرکت های خارجی. اینه که این وضع صنعت نفت ما وضع آشفته ای داره. از سوی دیگر بندرگاه های مخفی و جاهایی که نفت های سهمیه فروش میره، درست مثل این تقسیمات مافیایی که وجود داره، سر جاش هست. و خود آقای قاسمی از جمله کسانی بوده که در
فرماندهی مقر خاتم الانبیا ایشون عدم لیاقت خود رو به دفعات به ثبوت رسانده، قراردادهایی بهش دادن میلیاردی و ایشون بعد از مدتی نتونسته اینا رو اجرا کنه، به ساب کانترکت داده به شرکت‌های فرعی که باز همون شرکت‌ها هم به نوعی با سپاه در ارتباط بودن، اونا هم نتونستن کاری انجام بدن. من نمیدونم به چه دلیل باید یه همچی آدمی وزیر نفت بشه. فکر میکنم همون آقای علی آبادی که نماینده نامزد آقای احمدی نژاد بود، حداقل به خاطر 6 سالی که در دستگاه دولتی گذرونده شاید یه مقدار آگاه‌تر بود، آشناتر بود. من نمیدونم به چه دلیل باید وزیر قبلی میرفت و جاش آقای قاسمی میمد. منتها دیدیم در مجلس برادر همسر آقای لاریجانی رئیس مجلس، یعنی فرزند آقای مطهری، آقای علی مطهری، گفت، صریحا گفت که این آقا لیاقتشو نداره و دارن عملا باج میدن به سپاه، ولی شوهر خواهرشون توی دهانش زد و آمد و گفت نخیر ایشون خیلی هم لایقه، سپاه هم خیلی لایقه. معلوم شد آقای لاریجانی هم در پس پرده با سپاه یه توافقی کرده برای اینکه زمینه ریاست جمهوری خودش رو فراهم کنه. بر احوال ایران باید گریز، تأسف باره. مافیا در همه ابعاد زندگی مردم پنجه گذاشته، وزارت نفتم بردن که خیالشون راحت بشه. در بالای اونجا در یه جا اخوی آقای خامنه ای نشسته، حسن آقا، ایشون ترتیبات قراردادا رو غیره رو میدن، پای وزیر نفتم که شده آقای قاسمی. بنابراین خوشا به سعادت ملت ایران، قرار بود آقای احمدی نژاد پول نفت رو بر سفره‌های مردم بگذاره. پیروز هم در یورو نیوز واقعا آدم حرفای ایشون رو میشنید شگفتی زده میشد، سخنرانیشون. بله، منظورم این آقای احمدی نژاد بر این باوره که هیچ کس در ایران سر بیشام زمین نمیگذاره. خب در مملکتی که سر بیشام کسی زمین نمیگذاره، رستم قاسمی هم باید بشه وزیر نفت. خب من یه توضیح بدم، آقای نوری‌زاده گفتن که آقای علی آبادی نامزد احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد قطعا منظورشون نامزدی هست برای وزارت نفت، نامزد شدنشون، یعنی سوء تفاهمی برای بعضی بیننده‌های ما که دستمایه شوخی‌هایی میکنن نباشه. این توضیح رو از این بابت دادم که راه رو بسته باشیم بر نکته سازان عزیز در همه جای دنیا. خوش اومدید. سلام. ممنونم. عرضت سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. به قول معروف روزی که تا حالا شما رو نبرده که میگن روزو برده ما رو، یا چی قدیمی ها میگفتن مرمزون به هم که بیفته تموم میشه، نهم بشه، هنوز نهم نشده. یه خورده برده روزای اولش خوده. و همین رو آقای سازگارا، آقای نوری‌زاده اشاره کردن، آقای احمدی نژاد گفتن اقتصاد دنیا رو بهتر میشه انجام داد. خب لابد انتخاب آقای قاسمی برخلاف اون چیزی که آقای نوری‌زاده گفتن و احتمالاً شما معتقد هستین گامی است برای بهتر کردن اقتصاد داخل ایران. چرا نه؟ بالا ببینید چند تا نکته رو من فهرستوار عرض کنم. یکی این که به نظر من گذاشتن آقای رستم قاسمی کاملاً باجی است که آقای احمدی نژاد به سپاه داد که میخواد برش داره در واقع، و امیدواره که به این ترتیب بتونه به این صندلی بمانه. نکته دوم این است که جالب، از همین ابتدای رأی اعتماد در مجلس که وقتی که آقای علی مطهری داشت مخالف صحبت میکرد، حرف درستی رو میگفت، میگفت قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی رو دست سپاه همه رو با هم بدی بعد دیگه نمیشه کنترل کرد. البته بعد به ایشون گفت خواب باشی خوش، قبلا رفته دست سپاه. ولی در همین حال یه عده وکلا شروع کردن به شعار دادن و پچ کردن و هو کردن و مخالفت کردن و آنچنان جو سنگینی درست شد زیر برق سرنیزه سپاهی ها که نفر دوم آقای اولیا نماینده یزد که وقت گرفته بود صحبت کنه در مخالفت اصلا منصرف شد و صحبت هم نکرد. و بعدن دیدم آقای توکلی گفت آقا این مجلس که اینجوری نمیشه. میخوام بگم سایه سنگین سرنیزه نظامی ها که وزارت نفت رو فتح کرده، همین پیشا پیش در واقع سر مجلس سایه انداخته و واقعا ننگ به امثال آقای لاریجانی است که اینطور امکانات کشور رو دو دستی داوطلبانه همه رو در اختیار یک سازمان نظامی میگذارن و هیچ یک لحظه هم فکر نمی کنم فردای این مملکت چگونه میشه دست این نظامی ها
گرفت وقتی که با قبلش مثلا که دست غیر پاسدار بود مگه چه فرقی میکرد برای مردم؟ تفاوت چه من میخوام بفهمم واقعا کجاش به سود مردم بود؟ شما به ما بگید که حالا که اگه بیفته دست پاسداران اینجاش لطمه میخوره. ببینید وقتی نه همین اتفاقا از همینجا من بگم الان صنعت نفت ایران با مشکلات عجیب و غریبی دست و پنجه نرم میکنه. 25 میلیارد دلار به گفته آقای قلبانی مدیر عامل شرکت نفت کار دست همین قرارگاه خاتم الانبیا است که این آقای رستم قاسمی رئیسش بود، یعنی بزرگترین پیمانکار نفت، و حالا هم رفته اومد شده کارفرما و به راحتی این قراردادهای بزرگ نفتی رو یک دونش هم به قدرتی خدا درست انجام ندادن. به خصوص ایشون گفته من پارس جنوبی کار کردم، آقای قاسمی یه دونه از این پارس جنوبی رو نشون بدن پروژه استخراج گاز رو درست کار کردن. و در نتیجه نظامی ها به راحتی وقتی چنگ انداختن میتونن پولو بخورن، آنچنان که خوردن بالا بکشن، هیچ کس هم نمیتونه جواب بده. دستگاه وزارت نفت بالاخره اون چیزی که روز اول انگلیسا بنیان گذاشتن و نظم و ترتیبی که داشت در تمام سالیان چه زمان شاه چه بعد از انقلاب یه نظمی یه ترتیبی یه رویهی بساطی داشت که دستگاه کارفرمایی قوی بود که پیمانکارا رو حساب کشی میکرد، کار میکرد، همه رو به هم زدن های چالنگ، یعنی در این حدش حداقل میشه. نکته دیگه تولید نفت در ماه جولای متوسطش 38,000 بشکه دیگه کاهش پیدا کرده و کل تولید کشور به 3,000,000 خوردهی رسیده که با حذف مصرف داخلی برای اولین بار اصلا صادرات کشور افتاده زیر 2,000,000 بشکه. اکثر چاهای ایران در نیمه دوم عمرشون هستن و شروع کردن به سرعت به افت. تکنولوژی های جدید نیست به خاطر تحریم، به خاطر تحریم ها، و در نتیجه به درستی متخصصین میگن این روند فعلی اگر ادامه پیدا بکنه تا سال 2014-2015 اساساً ایران دیگه نفتی نخواهد داشت. وارد کننده است. اینو 7-8 سال پیش 5 سال پیش پیش بینی کرده بودن. احمدی نژاد پس رفت نداره احساس کنه. تحریم های امریکا رو اگر بله اگر قبل از احمدی نژاد شروع شده، ولی در دوره احمدی نژاد تشدید شده. من نکته بعدی مینست آقای چالنگی، در این شرایط گذاشتن یک وزیر از سپاه که خودش مشمول تحریم های بین المللی است، خود سپاه، خود این آقای قاسمی مشمول تحریم های امریکاست، در رأس وزارت نفت، به مراتب فشار رو بر صنایع نفت ایران تشدید خواهد کرد و به مراتب در واقع فشار رو بالا خواهد برد. در نتیجه الان یکی دیگر چالش های بزرگ روبروی نفت این است که حوزه های مشترک ایران با قطر، عربستان و عراق، هر سه کشور چه نفت چه گاز دارن به سرعت استخراج میکنن و ایران یا اصلا در این حوزه های مشترک کار نمیکنه و یا اینکه مثلا یک دهم اونو داره استخراج میکنه. یعنی ثروت ملی هم در واقع با بیلیاقتی دستگاه اجرایی که حالا آقای قاسمی هم رفته در رأسش از این به حوزه های مشترک داره از دست میره، گاز همینطور و غیره و غیره. بنابراین به نظر من رفتن آقای قاسمی در اونجا شاید اگر یک کمی عقل کلان در این کشور بود، من اصلا به بقیه چیزهای کشور کار ندارم، بدترین گزینه ایست که به بحث سیاسیش هم کار ندارم، فقط به لحاظ اجرایی در شرایطی که صنایع نفت ایران در تحریم امریکاست و دنیا همینجور فشار مشتریاشو الان هند پولشو نمیده، کره جنوبی نمیده، چین نمیده و میگن بیا کالا ببر، گذاشتن یه سپاهی در اونجا شاید بدترین کاری که باید میشد، ولی ظاهرا آقایون اصلا ککشون هم نمیگزه، عشق هست که همین چند میلیارد قرارداد دارن بخورن بره. آقای نوری‌زاده ببینید، شما و آقای سازگارا صحبتی رو میکنید، این توهم شاید پیش بیاد که آقای رستم قاسمی بنده بیش مسئله با چی میگن دفاعی نیست، میخوام روشن بشه این قضیه، جوری صحبت میکنید که انگاری که از روز 23 بهمن ما تا قبل از آقای رستم قاسمی کسانی بودن دارای تخصص. و شما ببینید آقای نزیه چه تخصصی داشت در مورد نفت، آقای مهندس تندگویان خدا رحمتشون کنه اگر رفتن از این دنیا، یا بقیه تا بیام آقای زنگنه و بقیه نفت بود. آقای تندگویان تحصیل کرده تحصیل کرده نفت. تخصص مدیریت در حد وزارت نفت، خب یه مدیریت